با سلام به بینندگان عزیز، من محمود احمدی هستم و در کنار همکارم بابک یزدی برنامه دیگری از رو در رو رو تقدیم حضورتون میکنیم. سازمان عفو بین الملل طی بیانیه اضطراری که ارائه داد نسبت به وضعیت جسمی و سلامتی آتانا دائمی ابراز نگرانی کرد و از مقامات رژیم اسلامی خواست که امکانات پزشکی در اسرع وقت در اختیار آتانا دائمی قرار بگیرد. روز شنبه ششم ماه خرداد و برابر با 27 مه 2017 و 50 روز که از اعتصاب قضای آتانا دائمی می‌گذشت، دادگاه آتانا دائمی و خواهرانش برگزار شد و در این نتیجه این دادگاه تا چند روز دیگر اعلام خواهد شد. در برنامه امروز رو در رو ما با خانم معصومه نعمتی مادر آتانا دائمی خواهیم بود و در ارتباط با دادگاهی که برگزار شده و وضعیت سلامتی آتانا نظر خانم نعمتی رو جویا خواهیم شد. خانم نعمتی، با تشکر بسیار زیاد از شما که وقتتون رو در اختیار برنامه امروز رو در رو قرار دادین. ممنونم. خواهش میکنم برای بینندگانمون توضیح بدین که در دادگاهی که برگزار شد چی گذشت و چه مسائلی مطرح شد. بله، ما دیروز ساعت 11:30 دادگاهمون شروع شد. بله. کنارم آورده بودم ولی خب با اون بیحالیش زیادم حالش مساعد نبود، ولی خب ما یه کاری کردیم که خوشحال باشه و مقاوم. بله. که دادگاهش هم برگزار شد، سوالاتی ازش پرسیدن، آتنا توضیح داد از پرونده‌اش که چجوری شده، از همین شرط پرونده که خواهرش منو تعقیب خوردن دوباره پرونده باز شده، کلا همه رو تعریف کرد. دونه دونه از خواهرش هم سوال کردن، ولی خوب بود، خیلی قاضی پرونده خیلی خوب برخورد کرد. بله. بعدم با پدرش حرف زد، با من حرف زد، با وکیلش خیلی زحمت کشیده بود، خیلی صحبت کرد از طرف ما دیگه. همینا شد و خلاصه به آتنا گفت که شما نمیدونست، اصلا نمیدونم حالا میدونست یا نه، ولی اون لحظه گفت من نمیدونستم، که از من سوال کرد که شما چه خواسته دارین، هیچ حرفی نمیزنین، ساکتین. گفتم آقای قاضی، من آزادی دخترم اینقدر یعنی بر من مهم نیست که من میخوام اعتصابشو فقط بشکنه، در مرحله اول فقط اعتصابشو بشکنه که ببینیم این برای سلامتیش، این برامون خیلی مهمه. گفت حتما. مگه بازم اعتصابه؟ گفتم بله آقای قاضی، ما دو جلسه اومدیم پیش شما، ما همش بهتون میگفتیم، شما میگفتیم بریم بهش بگین اعتصابشو بشکنه، ولی آتنا نمیشکنه. آتنا هم همچنان رو حرفش هست، میگه تا یه نتیجه نگیرم من اعتصابمو نمیشکنم. که برگشت شکلات در آورد بهش داد، گفت آتنا خانم بیا اینو بخور، اعتصابت رو همینجا بشکن. که آتنا گفت نه، من این کارو نمیکنم. گفت نه، حالا بیا دست من بگیر. گفت من از دست شما بگیرم هم اینجا نمیخورم، من احترام بهتون میذارم، چون ماه مبارک رمضانه و میدونم که شما روزه اید و من هیچ وقت هم این کارو نمیکنم. که شکلات از دست آقای قاضی گرفتم ولی نخوردم. گفتم نه، من اعتصابمو نمیشکنم تا جواب بدم. که منم بازم دوباره خواهش کردم، گفتم آقای قاضی این حالش خوب نیست، شما خواهشن یه جوری یه جوابی به این بدین که این اعتصابشو بشکنه. گفت حالا 3-4 روز طول میکشه، باید یه مرحله قانونی هست و من باید اینا باید همه طی بشه، من یه 3-4 روزی طول میکشه. که امروز هم دوباره مجددن پدرش رفته، چون ما بهش گفتیم برو بهش بگو ما داریم ملاقات میریم، حداقل یه خبر خوش براش ببریم که این اعتصاب رو بشکنه. گفت دیگه به پدرش هم همینو گفته بود، گفته بود تا چهارشنبه شما حالا صبر کنی ببینیم چی میشه. کلی هم تعریف از آتنا کرده بود و از خواهراش و دیگه، ولی خوب برگزار شد، ما راضی بودیم خدا رو شکر. ما که هر سری میرفتیم قاضیا با ما این مدلی خیلی ناجور خیلی بد برخورد میکردن، تو هم تو دادگاه بدویش هم تو تجدید نظر، یعنی این برامون خیلی اصلا جای تعجب بود که خیلی خوب با همون برخورد کردن. بله، البته خانم نعمتی باید در نظر داشته باشین، به خصوص با توجهاتی که در سراسر ایران و دنیا به پرونده آتانا دائمی دوخته شده، من جمله ما میبینیم که در کرج وقتی که در اجتماعی که برگزار میشه شعار این که آتانا دائمی باید آزاد گردد، و این که میبینیم که عفو بین الملل
در واقع بیانیه اضطراری زده، همه اینها تأثیر داره که مقامات قضایی به یه شکل دیگه ای الان به وضعیت آتانا برخورد بکنن. سوال دیگه که میتونه مطرح باشه این که خب پاسخشون در ارتباط با خواستی که آتانا داشت برای اعتصاب قضا چی بوده؟ خواستی که آتانا مطرح کرده یه خواست قابل دفاع است و به همین خاطر رفت به اعتصاب قضا. قاضی چی؟ بله، خودش اتفاقا خود آقای قاضی هم گفتم شما خواستتون بر حقه، ما بهتون حق میدیم. مثلا خب اینو میگفتن که چرا شما اعتصاب کردید، چرا به بدنتون اینقدر ضربه زدید، شما چرا این کارو کردید، این چیزی نبوده. خب آتنا همین از خودش دفاع میکرد، میگفت من نمیخواستم اعتصاب کنم، من خیلی نامه دارم، قشنگ براش توضیح داد به کجاها دادم، اصلا نامه من از زندان بیرون نبردم و به خواسته های من رسیدگی نکردم، من خواهرای من آقای قاضی اینجوری بوده. اصلا ببین شما وقتی ما که از این مامورا کارت شناسایی خواستیم، هویت خواستیم، اینا ندادن، پس اگه میدادن ما چرا باید زنگ میزدیم به مامورین کلانتری؟ خب دلیل داشته دیگه، ما زنگ زدیم، چرا الان اینا باید بیان دوباره پرونده باز بکنن و این همه دردسر و گرفتاری؟ من خواهرام مجرد نیستم، متأهلن، اصلا تو مسائل خودم نمیخوام اینا دخالت کنن. خب آتنا شما ببین، الان آتنا دیروز اینو اونجا بیان نکرد، ولی آتنا خواستش همیشه همین بوده، ما بهش میگفتیم نکن این کارو، اعتصاب نکن، ضربه به بدن خودت نزن، خواهرات هم تو این یک سال کاری نمیکنن و هستن و خودشون هم دارن میگن. آتنا میگفت نه، من درست اول برای خواهرام، ولی بعدا من اینو بارها تو مصاحبه هم گفتم. آتنا میگه اینا رو خانواده های زندانی ها رو خیلی اذیت میکنن، من میخوام یه کاری کنم که دیگه نشه، چون به هر من به هر با هر کدوم از این زندانی هایی که صحبت کردم، به یه کدوم یه دو تا خانواده هاش این بلاها رو سرشون آوردن، 5 سال 4 سال آوردن، با خودشون دستگیر کردن یا بعدا رفتن سراغشون، چرا این کار میکنن؟ خب اینا یه ضربه‌ای که دارن به خود همون طرف میزنن، چرا خانواده ها رو میارن، چرا گروکشی میکنن؟ آتنا فقط و فقط حرفش همین بوده، من میخوام این نشه دیگه، این نباشه دیگه. درسته من آره میدونم و مطمئنم که خواهرای من کاری نمیکنن و یک سال هم چشم هم بزنی یک سال تموم میشه، الان 2 ماه شد، ولی من میخوام اینا، میخواستم جهانیش کنم، همه بشنون، به گوش اینا بره، دیگه نکنم با خانواده های زندانی این کارو. بیشتر هدفش این بوده آتنا. خیلی ها اینا ما رو زیر سوال بردن، خانواده هایی که میمدن پیش ما پیش هر کی هم که میرفتیم صحبت میکردیم، میگفت چرا به خاطر خواهراش که بیرونن، بابا یک سال چش هم بزنی شده، مگه خواهراش کاری دارن میکنن، مگه فعالیت سیاسی دارن؟ نه. میگو بچه رو آتنا باید اینقدر به جونش ضرر بزنه، اینجوری بشه و این کارا رو بکنه و اینقدر عذاب بده خودش و شما رو؟ بعد ما تعریف میکردیم، همه تعجب میکردن، میگوستن واقعا آتنا همچین، یعنی واقعا همچین فکری تو سرشه؟ گفتیم آره، این فقط و فقط حرفش همینه، میگه خانواده های دیگه همیشه جونش رو برای دیگران گذاشته، همیشه خودش رو فدایی کرده برای دیگران. آتنا همین جوری بوده، یعنی ما زمانی که آتنا رو شناختیم و آتنا خودش رو شناخت همین بوده، مهربون و دلسوز. خب من بیشتر به خاطر این، من میدونم به خواهرای من گیر نمیدم، به خواهرای من کاری نمیکنن، اونا سرشون به زندگی های خودشونن، ولی من میخوام دیگه این نباشه، چنین چیزی نباشه. حالا خدا کنه که جواب بگیره. بازم ما دلشوره داریم، نگران هستیم. ما امروز پدرش رفته بود که جوابو بگیره، چون خیلی خوب با ما برخورد کرده بود، گفت 100% امروز بهم جواب میده، که یه چیزی بهم میده، حداقل میگه که امیدوار باشید، مثلا چیزی نیست، اینا تموم میشه میره، منو تعقیب میخورن، این پرونده بسته میشه. بله. ولی گفت نه، تا چهارشنبه، حالا شما صبر کنید. بله. خب در ارتباط چون خانم نعمتی همه نگران سلامتی آتانا دائمی هستند، من جمله سازمان عفو بین الملل طبق بیانیه اضطراری که داده مطرح کرده که باید آتانا فوراً به بیمارستان برده بشه و تحت مراقبت پزشکی قرار بگیره. پاسخ قاضی چی بود؟ آیا وکیل و یا شما از قاضی خواستین که دستور بده که آتانا سریعاً به بیمارستان انتقال پیدا بکنه؟ پاسخ قاضی چی بود و چرا هنوز آتنا به بیمارستان منتقل نمیشه؟ آخه دیروز هیچ صحبتی درباره این نشد. اون
فکر نکنم اگه ما هم یه سوال هم میکردیم در این رابطه، قاضی 100% به ما میگو به من ربطی نداره. ما اینو باید پزشک قانونی بگه و آقای دادیار، رئیس زندان و آقای دادیار. حتی امروز هم که پدر آتنا رفته بود پیش آقای دادیار که نامه حضوری بگیره، چون ما غیر نوبت امروز گرفتیم، حضوری نوبت حضوری ما نبود. بعد بهش گفته بود که آقای دادیار ما بعد از اعتصابش رو که بهش کنه این خیلی مشکل براش پیش اومده، ما بعد اینو بستریش کنیم. دوباره در جواب پدر آتنا برگشته بود گفته بود که پزشک قانونی هرچی بگه همونه. اینا اینجوری به ما میگن، میگن پزشک قانونی باید دستور بده، در حالی که آتنا اصلا حالش خوب نیست. آتنا باید بعد از اعتصابش درمان بشه، آتنا یه سری چکاپ باید دوباره بشه، آتنا تمام بدن یعنی کلا کلیه و نمیدونم کیسه صفرا و کبد و اینا، معده‌اش اینا معلومه همه به هم ریخته است. آتنا اصلا نمیتونه قشنگ حرف بزنه. الان تو این تقریبا نزدیک 2 هفته داره میشه، 2 بار رفته سرم زده، دیگه سرم هم نمیزنه، فقط همون با آب شربت معده. یه 2 جلسه هم همون چیز داروی سر کننده ریخته بودن توی شربت معده‌اش که بتونه این دهان و حنجره‌اش و اینا رو سر بکنه که بتونه آب رو بخوره. دیگه همون 2 بار شده تو شربتش ریختن، دیگه تکرار هم نشده. ما اجازه ندادیم، گفتن این مثلا ضرر میرسونه، بدتر میشی. دیگه الان فقط آب. میگه من دیگه نمیرم، اگه جوابم تا نگیرم دیگه نمیرم سرومم بذارم. امروز کلی ما نصیحتش کردیم، گفتیم آتنا این حرفو نزن، الان احتمال داره میگه تا چهارشنبه، شاید هم بیشتر طول بکشه، ما که نمیدونیم اینا شاید نتونن جواب سریع بدن. تو باید حالت بشود، باید بری سروم بزنی. میگه سرومم دیگه نمیزنم. خب جواب پزشک قانونی چیه؟ علارغم اینکه همه خواهان این هستن که آتنا بستری بشه، پزشک قانونی چرا؟ ما مشکل با پزشک قانونی داریم که پزشک قانونی 2 هفته پیش اومده بود دیدنش که اینجا بیمارستان سینا، دکترش گفته بود باید اورژانسی بستری بشه. پزشک قانونی گفته بود نه مشکلی نداره دیگه. ما رفتیم پیش دادیار گفتیم اینجوری وضعیت آتنا باید فردا بیاد بستری بشه. گفته بود هرچی پزشک قانونی بگه. من درخواست دادم پزشک قانونی بیاد ببینه. دوباره فرداییش رفتیم، گفت پزشک قانونی گفته نه احتیاجی به بستری نداره. الان ما همون الان ما الان نگرانیمون خیلی زیاده. ما اولا که منتظر جواب قاضی هستیم، بعدش هم باید آتنا رو نمیدونم چجوری باید اعزامش رو بگیریم برای درمان. فقط موندیم که این بعد اعتصابش رو بشکنه، کلی ما دردسر داریم برای درمانش. خدا کنه اذیتمون نکنه. خانم نعمتی عزیز، یه مقدار راجع به این که فعالین کار کودک، فعالین دفاع از حقوق کودک که اومده بودن در خانه شما در دفاع از آتنا، یه مقدار راجع به اون گرد همایی بگین و حمایتی که صورت گرفته از آتنا. بله، اینا اومدن واقعا دستشون درد نکنه، خیلی زحمت کشیدن تو این چند روزی که آتنا تو اعتصاب بود، همه اومدن به ما سر زدن، دلداریمون دادن. خب میگم الان چی براتون گفتم، گفتم که اینا نمیدونستن که فکر میکنن آتنا فقط برای خواهرانشه. حتی دیروز هم یه سری اومده بودن، ما تعریف کردیم، اصلا تعجب کرده بودن، میگفتن چرا شما اینا نگفتین. گفتم من که مادرم، من هر جا مصاحبه کردم گفتم آتنا فقط برای خواهرانش نیست. خب خیلی حمایت کردن، خیلی خیلی اصلا هر لحاظ راهنمایی میکنن، حمایت میکنن، چیکار بکنیم، ما هستیم، ما پشتیبانتون هستیم، شما هر کاری بخواید. خیلی دستشون درد نکنه، خیلی ما رو حمایت کردن. با تشکر بسیار زیاد از شما و به امید آزادی هرچه سریعتر و بدون قید و شرط آتنا دائمی و سایر فعالین سیاسی اجتماعی. با تشکر از شما که وقتتون رو در اختیار برنامه امروز رو در رو قرار دادید. بینندگان عزیز، به پایان برنامه امروز میرسیم. من محمود احمدی در کنار همکارم بابک یزدی براتون شبها و روزهای خوشی رو آرزو داریم. شب و روزتون خوش.